آقای فلسفی در خاطراتشون فرمودند که همون سالهای اول تشرف آیت الله بروجردی به قم، سه تا نامه به من رسید، یکی از امام و دو نفر دیگه از علمای اعلام که اسمشون رو بردن، و هر سه نفر مضمون نامه شون یه چیز بود و شاید هم با هم هماهنگ کرده بودن مضمون نامه رو. امام با مقدمات طولانی که امروز حفظ حوزه علمی قم واجب هست و تنها حوزه‌ای که باقی مونده و از شر پهلوی در امان مونده حوزه علمی قم هست، امام برای من نوشتند که الان آیت الله بروجردی مقروزند و شهریه بعضی از طلبه ها نرسیده و شما عده‌ای از تجار تهران رو جمع کنید، علاوه بر این که در منبر میگید خصوصی هم جلسه بگیرید، عده‌ای از تجار تهران رو جمع کنید. اسم بردن چند نفر از جمله حاجی زری نقی کاشانی اگه اشتباه نکنم، گویا جد یا پدر همین آقای ظریف، از چند نفر امام تو نامشون اسم بردن که اینا رو تو منزلتون جمع کنید، توجیهشون کنید که حداقل مبالغی رو قرض بدن برای اداره حوزه که حوزه منقرض نشه. آقای فلسفی میفرمایند من دیدم چون این مطلب مربوط آیت الله بروجردی هست، گفتم با خودشون هم مشورت کنم، اومدم قم و خدمتتون رسیدم و جایی که هیچ کس نبود، ما دو نفری بودیم، مطلب رو مطرح کردم. ایشون فهمودن که نه، از کسی تقاضای کمک نکنید، من حسن ظنم به خداوند متعال خیلی زیاده و توکلم بر خدا زیاده، خداوند متعال خودش میرسونه. بعد عرض کردم ممکنه ازشون قرض کنم، فهمودن قرضم نکنید، خداوند میرسونه، خداوند همینجور خواسته که الان میبینید. و ایشون میگه در همون سفر برنگشته بودم تهران، یکی دو روز بعدش آمدم، خادم آقا اطلاع دادن که بله وجوهی رسید از کویت یا جاهای دیگه و همه قرضها ادا شد و همه شهریه ها پرداخت شد و چیزی کم نیامد. در بحبوحه قحطی در بروجرد چقدر به فریاد مردم رسیدند، اعتنا به آراء قدما و احیاء آراء قدما. گاهی وقتا ما یه اشکالی به ذهنمون میرسه راجع به کتابهای قدما، راجع به حرف علمای دیگه، گاهی وقتا با بی احترامی یا تعبیراتی به ما لا یخفا مثلا علا زی مسکه و امثال اینها، آیت الله بروجردی وقتی میخواستن اشکالی به حرف شیخ طوسی بگیرن کلی دربارش تعریف میکردن، تمجید میکردن، بعد میفهمودن این بزرگوار برای فکر کردن در این مسئله 5 دقیقه وقت داشته، ما حالا ممکنه یه هفته راجع به این مسئله بحث میکنیم، ایشون 5 دقیقه وقت داشته. اگه اشکالم بهش وارد باشه و اشتباهی هم کرده باشه به اصطلاح حرجی بر ایشون نیست، وقت تحقیر و تنقیص مقام علمی اون بزرگوار نشه. علمای بزرگ رو هیچ وقت با بی احترامی نام نمی بردن، معاصرین رو احترام می کردن، تکریم می کردن، آبروشون رو حفظ می کردن، در مواقع سختی پنهانی و بدون سر و صدا به فریادشون می رسیدن که قصه های زیادی در این باره تو این کتاب هایی که عرض کردم به خصوص در این کتاب های دانشور ذکر شده. از طرف دیگه تعبد شدید، اون قصه شفا یافتن ایشون به وسیله گل اون سر یکی از عزاداران روز عاشورا دیگه معروفه که چشمشون شفا پیدا کرد که تا آخر عمر نه ضعیف شد و نه دیگر مبتلا شدن به چشم دردهای معمولی به خاطر توسل پیدا کردن و استشفا به گلی که یکی از عزاداران سید الشهدا علیه السلام به لباسش یا به بدنش مالیده بود. اهل تهجد، نوافل، احیای آثار قدما، قبل از این بزرگوار به آثار قدما در قم توجهی نمی‌شد. یکی از بزرگان می‌فرمود مفتاح الکرامه چاپ شده بود، مرحوم آصف محسن امین مفتاح الکرامه را در مصر چاپ کرده بود ولی کسی بهش توجه نمی‌کرد، تو انبارها مونده بود. کسی که توجه به آثار قدما رو خیلی تاکید کرد بر آثار قدما و همه رو متوجه آثار قدما کرد، خودش خلاف رو چاپ کرد، دستور داد به دیگران کتاب‌های قدما رو چاپ کنند و بخوانند، آیت الله بروجردی بود. و از طرف دیگه اهتمام فوق العاده و ویژه به حدیث که جامع الاحادیث یه مصداقشه، تشکیل گروه جامع الاحادیث یه مصداقشه، احتراماتی که بر معاصرین قائل بود که گویا از آیت الله صفایی خونساری شنیدم می‌فرمودند که چون مرحوم آیت الله خونساری، آسد محمد تقی خونساری، نماز جمعه اقامه می‌کرد در قم و آیت الله بروجردی هم مشغول بحث
نماز جمعه بود و در ادامه بحث ممکن بود به نتیجه منتهی بشه غیر از نتیجه‌ای که آقای خونساری رسیده بود، ادامه بحث نماز جمعه رو دیگه ایشون تعطیل کرد و ادامه نداد که یه وقت بی احترامی به آقای خونساری نشه. گویا آقای حائری، حاج آقا مرتضی حائری یا دیگران پیشنهادی داده بودند و ایشون ادامه نداد.